خداحافظ ویندوز 10 دوست داشتنی و سلام بر ویندوز 12. مایکروسافت به صورت رسمی اعلام کرده که نسخه فعلی یعنی 22H2 ویندوز 10 آخرین نسخه ویندوزه و دیگه فیچر جدیدی رو به اون اضافه نمی‌کنه و از این به بعد تا سال 2025 فقط آپدیت های امنیتی رو ویندوز دریافت می‌کنه. ولی 2025 درست نیست، یه شرایط خاصی داره که تا 2029 هم این اتفاق می‌افته. تو این ویدیو می‌خوام در مورد این اول صحبت بکنم و بعدم بریم سراغ ویندوز 12، شایعاتی که از ویندوز 12 است و اینکه آیا باید بیاد یا نه یا نمیاد. با من همراه باشید. سلام، مردشیر کاویانی هستم، اینجا کانال شارع کامپیوتر و همونجور که گفتم میخوایم در مورد پایان عمر ویندوز 10 و شروع ویندوز 12 صحبت کنیم. پس ویدیو دو قسمت داره. اول بریم سراغ ویندوز 10. مایکروسافت چند وقت پیش اعلام کرد که دیگه به صورت خرده فروشی قرار نیست ویندوز 10 رو ارائه کنه. به صورت عمده فروشی هم مدت‌ها بودش که این کار نمی‌کرد، ولی از 31 ژانویه دیگه خرده فروشی ویندوز 10 یا لایسنسش رو نداره و شما نمیتونید از خود سایت مایکروسافت خریداری کنید. البته هنوز ریسلرهای دیگه قابلیت فروش رو دارن و اگه بخواید بگیرید میتونید از ریسلرهای دیگه بگیرید. تو ایران هم باشید که هیچ کدوم اصلا نیازی نیستش. چرا این کارو کرد؟ چون که میخواد دیگه عمر ویندوز 10 رو تموم بکنه و بره سراغ ویندوز بعدیش. بر اساس چیزی که خود مایکروسافت گفته تا 2025 آپدیت های امنیتی رو این ویندوز همچنان دریافت میکنه. حواستون باشه ویندوز 10 سال 2015 اومده و 10 سال طول کشیده و 10 سال داره آپدیتش میکنه و آپدیت امنیتی واسش میده. خیلی خوبه برای سیستم عامل توی دنیای امروز که سال یه دونه سیستم عامل گوشی های دیگه میدن و شرکت های دیگه دارن میدن، 10 سال پشتیبانی کردن از یه ویندوز خیلی خوبه. ولی ویندوز 12 هم احتمالاً در پیشه که حالا بهش میرسیم. ولی نکته مهم اینه که اگه شما روی یه سیستمی دارید از ویندوز 10 استفاده میکنید و نمیخواید به ویندوز 11 آپدیت کنید یا نمیتونید آپگرید انجام بدید، چی کار میتونید بکنید؟ تا 2025 که آپدیت امنیتی میگیره و هیچ مشکل نره. ولی اگه بیشتر از اون هم میخواید این کار رو بتونید انجام بدید، باید برید سراغ ویندوز های نسخه LTSC. من قبلا این ویدیو رو در رابطه با LTSC ها ساختم و لینکش رو واسه تون اینجا میذارم. توی اون ویدیو توضیح دادم که ویندوز هر چند وقت یه بار میاد یک نسخه LTSC ارائه میده. نسخه LTSC آپدیت های بلند مدت تری میگیره. خب LTSC میشه Long Term Services Channel، یعنی توی یک چنل دیگری قرار داره و آپدیت های امنیتی بیشتری میگیره. مثلا ویندوز LTSC نسخه 2019 قرار 10 سال آپدیت بگیره، یعنی تا 2029 آپدیت میگیره. نسخه LTSC 2021 قرار 5 سال آپدیت بگیره، همیشه 10 سال بود، این بار اولین بار بود که اومد کردش 5 سال و تا 2026 میگیره. پس اگر خواستید ویندوز 10 استفاده بکنید، پیشنهاد میکنم ویندوز LTSC نسخه 2019 رو نصب بکنید که تا 2029 باید آپدیت امنیتی بگیره. خب پس این از ویندوز 10. ما تا سال 2029 بالاخره میتونیم یه جوری ویندوز LTSC رو استفاده کنیم. آموزش نصب و دانلود و کار کردن باهاش رو هم که قبلا دادم میتونید همون ویدیو رو ببینید. لینکش رو توضیحات هم براتون قرار میدم. حالا بریم سراغ ویندوز 12. مایکروسافت هنوز به صورت رسمی هیچ چیزی در مورد ویندوز 12 نگفته و هر چیزی که از الان به بعد میگم همه شایعاتی هستش که در رابطه با ویندوز 12 پخش شده. ولی از سوال اولمون باید این باشه که آیا واقعا ویندوز 12 میاد؟ ما یادمونه ویندوز 10 که اومد مایکروسافت گفت این آخرین نسخه است، ولی بعد ویندوز 11 رو داد. به نظرم همونجا پرونده این که یه ویندوزی آخرین نسخه باشه رو بست، گذاش کنار. آقا نمیتونه مایکروسافت یه دونه ویندوزو بذاره آخرین نسخه باشه، باید آپدیت بکنه و این آپدیت با عدد اتفاق میفته. قبلا گفتم چرا، به خاطر اینکه درآمدش بالاتر بره، به خاطر اینکه وقتی میخواد کور رو عوض بکنه بتونه این کار رو بکنه و غیره. پس این سوال اشتباهیه. مایکروسافت قطعا ویندوزهاشو از این بعد باز آپدیت میکنه. ویندوز 12 میاد، 13 میاد، شاید حالا اسمشو عوض کنه، ولی قطعا آپدیت های جدیدی از ویندوزش رو ارائه میده. این سوال اول. ولی حالا کلا این شایعات ویندوز 12 از کجا قوت گرفت؟ چند تا اتفاق افتاد، ولی به نظرم یکیش که خیلی دمید توی این قضیه این بودش که مایکروسافت اومد به همراه مثلا دیو چنل و بتا چنل و ریلیز چنلش یه چنل دیگری هم گذاشت برای دیولپرها به اسم کانال قناری. حالا چرا اسم قناری رو انتخاب کرد واقعا نمیدونیم، ولی
قضیه اینه که یه سری آپدیت های دیگه داره اونجا منتشر میشه و خیلی ها میگن که این آپدیت ها آپدیت هایی هستش که متفاوته و اصطلاحا به یه چیزی اشاره داره به اسم کور پی سی یا کور او اس که مایکروسافت قبلا روش کار کرده بوده و الان میگن اتفاقاتی که اون تو داره میفته پایه‌گذار یا پایه‌های اصلی ویندوز 12 هستن. این دلیل اول. دلیل دوم، مایکروسافت اول کار که ویندوز 11 هم داشت میمد همه یوتیوبرها در مورد این صحبت کردن که مایکروسافت پله‌ای یا سینوسیه، یه سینوس میره بالا یکی در میون میاد پایین. از ویندوزهای 97 98 به قبل حساب بکنید همین جوری هستش. ویندوز XP خوب بود، ویستا بد بود، 7 خوب بود، 8 بد بود، 10 خوب بود، 11 رو همه گفتن که آقا معلوم نیست حالا خوب باشه یا بد. به نظر من خوب بود، ولی خیلی ها همچنان میگن ویندوز 11 خوب نیست و ویندوز بعدی احتمالاً ویندوز خوبی خواهد بود. یه نکته دیگه اینه، همیشه ویندوزی که مایکروسافت میده بیرون پایه گذار ویندوز بعدیشه و اگه اون ویندوز بد باشه اتفاقا ویندوز بعدیش خوب میشه. ولی من میگم که این کاملا نظر شخصیه، من میگم خودمونو بذاریم جای آدما. ویندوز 10 هست، بعد ویندوز 11 میاد بیرون و ما این سبقه هرم داریم که آقا این همه اینجوری بوده. خیلی ها نمیرن سراغ ویندوز 11، ولی وقتی ویندوز 12 میاد دیگه میگن که الان نرم دیگه عقب میمونم از دنیا، باید برم سراغش. میرن سراغش و میگن اون ویندوز خوبه. به نظر من اونقدر تفاوت نره. یعنی من بررسی هایی که انجام دادم بارها گفتم ویندوز 10 موقعی که اومد بیرون با ویندوز 8 که اون موقع بود اونقدر تفاوت نداشت. 4-5 تفاوت ظاهری بهتر داشت، ولی اونقدر تفاوت نداشت. اتفاقا یه چیزای کم داشت و بعد توی نسخه‌های سال 2017 بعد تازه اون چیزا از ویندوز 8 آوردیم برای گذاشت. پس این قضیه وجود داره و مایکروسافت به خاطر اینکه این سینوس رو از ذهن مخاطب نمیتونه پاک بکنه و به آدما این ترس رو بده که آقا اگه دیگه نیای عقب میمونی، هر چند سال یه بار میاد ویندوز جدیدی رو ارائه میده. این دلیل بعدیه که ویندوز 12 حتما میاد. مورد بعدی این که یه شایعاتی الان هست که ویندوز 12 احتمالاً 8 گیگرم میخواد حتما، TPM2 هم باید داشته باشه. دیگه الان هیچ کس با TPM2 مشکل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه تو ویندوز 11 اینو اجبار کرد، حالا یه سری مشکل داشتن، ولی الان دیگه میگم قبلی هم اجبار بوده دیگه، پس کسی با این مشکل نره. و من حدس میزنم 8 گیگ هم فعلا فقط در حد شایعه است و رو همین 4 گیگ میمونه. یعنی با همون مشخصات ویندوز 11 ویندوز 12 میاد و این بار آدما خیلی راحت تر مهاجرت میکنن بهش و میرن سراغ ویندوز 12 و اون استقبال بهتری، اقبال بهتری توی جمع پیدا میکنه. بله، برق رفت. مخصوصا گذاشتم باشه ببینید که چالش همون چه چیزایی هستش. دوباره یه ذره هوا گرم شده و این اتفاق هم که تو مملکت ما عادیه. برگردیم سر بحثمون. مورد بعدی که احتمال خیلی زیاد باید توی ویندوز 12 توقعش رو داشته باشیم، قابلیت هایی که بر اساس AI به ویندوز اضافه میشه. مایکروسافت برای اینکه چت جی پی تی رو با خودش سازگار بکنه و دیدیم که بینگ اومد بیرون و داره دونه دونه سرویس های مختلفش رو بر اساس هوش مصنوعی میده بیرون، 3 سال قبل از اینکه چت جی پی تی رو بخره زمان گذاشته بود. این زمانی که 49% رو خرید کاری نداشته باشید، از 3 سال قبل مایکروسافت مقداری از سهامشون رو خریده بوده و داشته پشت صحنه کارهایی میکرده که سازگاری رو ایجاد بکنه و الان که 49% سهام شرکت اوپن ای آی رو داره، قطعاً شک نکنید که داره تنظیمات خاصی رو، داره امکانات خاصی رو از مدل‌های زبانی OpenAI برمی‌داره میاره داخل ویندوزش میذاره. همین الان کلی امکانات به نسخه‌های تحت وب نرم‌افزارهاش اضافه شده، ولی کاملاً میتونیم توقع داشته باشیم که توی ویندوزهای بعدی این قابلیت‌ها اضافه بشن به خود ویندوز و تو دل ویندوز هم وجود داشته باشه که خیلی قابلیت جذابیه. با همه این مواردی که گفتم بهتون، باید بدونید که ویندوز 10 داره بازنشست میشه و ویندوز 12 هم در راه هست. به محض اینکه اطلاعات بیشتری در مورد ویندوز 12 بیاد بیرون، قابلیت یه ویدیو شدن داشته باشه، ویدیو تکمیلی واسهتون میسازم که مطلع بشید. ولی سریعا به نظرم به ویندوز 11 آپدیت بکنید و از ویندوز 11 استفاده کنید. به نظر من بسیار خوبه، ویندوز 11 پایدار هستش و مشکل خاصی نخواهید داشت. شاید چند نفر خاصی مشکل داشته باشن، ولی واقعا ویندوز 11 بهتر از ویندوز 10 به نظر من. امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه و دوستش داشته باشید. من اردشیر کاویانی هم، اینجا کانال چهارراه کامپیوتره. فعلا خدا نگهدار.